بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، عید قربان و تمام کافه مسلمین تبریک میگم. امیدوارم که عید خوب و خوشی داشته باشیم. گرچه ما در شهر غربت عید نداریم، عید ما زمان است که در کشور خود ما آرامش برپا شد، آرامش باشد، در کنار دوستای بی نهایت عزیز خود باشیم، اونجا عید بگیریم. اما بر حسب تصادف به خاطر روحیه شاد بچه ها ما همینجرم عید گرفتیم، جمع خانواده جمع شدیم، اینار دوست ها میایه بادم در کنار هم، بادم برای تمام دوستایی که در ملک غربت است، در شهر افغانستان هستن، در شهرهای افغانستان هستن، دوستای ما که در عالم مهاجرت بسر میبرن، برای کلشون عید قربان مبارک باشه، عید خوب و خوشی داشته باشیم. امیدوار هستم که سال آینده کشور ما راحت آرامش باشه و بخیر بریم به کشور خودمان. سلام دوستای گرامی، تمام کسایی که ما رو بیننده هستن، سلام به کلشان برسه، عید کلتان مبارک باشه. انشاءالله در هر جایی که هستن لباس عافیت بر تنتون باشه، همه سلامتی و جان و جوری برای کلتان آرزو دارم. تشکر، خدا حافظ. من از طرف خود ایده برای دوستا، قوم و آشنایا و وطندارا کلگی تبریک میگم. انشالله که ایدای کلتان مبارک باشه و قربانیایی که کردیم به درگاه خداوند قبول باشه. بگم ما هم که دیگه جمع ما جمع خانوادگیه دیگه، همین صوبکایی خستیم، همین میوه و اینا را اول آوردیم خودمو، گفتیم باش که اول خودمو افتتاحش کنیم، بعد از اون دیگه باز دوستا بخیر میایم. سلام و وقتتان بخیر دوستای عزیز، امید که جور و صحت من باشین و ما هم از طرف خود قسمت پدرم جانم، مادر جانم، حاجت جان، اگه نوبت ما رسید که همینطوری از کلان خانه آمدیم، با طرف خود ما خلاشم با نیلوفر علی، اگه ما هم ایده برای تمام مسلمین و تمام حمایتگرای ما، تمام سابسکرایبرای ما، تمام دوستا که ما را همین لحظه از طریق ویلاگ ما میبینن، از طریق ویدیوی ما میبینن، بر اونا تبریک میگم. امید که یک عید خوش و خوب داشته باشین و هر قربانی که کردین، هر چیزی که به درگاه خداوند او را نظر کردین، به درگاه خداوند او قبول باشه. دیگه ما هم همین رقم گفته یگان تا اول دیگه از خانه خود شروع کردیم، اول عید مبارکی کردیم و بعد از او همون چیزی که برای مهمانا جور کردیم، ملک مسافرت هستیم گفته قسمی که پدرم گفت دیگه، عید گرفتن مسافرت خیلی سخت است. حالا هم ببینم مثلا بعضی دوستای ما در یک کشور هستن، بعضی دوستای ما در یک کشور هستن، بعضی ها در خارج هستن و اونا حال کار میکنن دیگه، به خاطر مهاجرت، به خاطر که وطن ما آرام نیست، مجبور به مسافرت شدیم و در مسافرت دیگه همین رقم مشکلات پیش میایه. بر اونا تمام مسافرهایی که امیال ویدیوی ما رو میبینن، بر اونا هم عیدتان تبریک باشه و خیر هیچ گپ نیست، تیر میشه. و بعضی کسایی که حال در و مثلا ما بعضی دوستای ما که گفتن که حال ما در سر کار هستیم، اینجا در خارج هسته، اصلا عید نیست و دیگه خیر، کوشش کنن از وقتهایتان لذت ببرن، وقتی که با دوستایتان هستن، وقتی که با خانوادهتان هستن، او را خوب تیر بکنن. پس ما که ما همی رقم اینجا شیشتیم بگر که در افغانستان مردم دارنی مثلا دوستا مورن خانه یکی دیگه، مثلا بزرگای قوم اینا چموشا مورن در اینجا تو گپا نیست فعلا، بازم در اینجا خواستن. مثلا ما در پاکستان که زندگی میکنم، امیال دیگه ما صبحکایی وقت داره شروع کردیم، صبحکایی وقت گفتیم تا وقت مهمان نامده اول ما میوه خشک دیگه رو بخوریم و برای شما ولاگ گرفته بتنیم، بعد از اون دیگه از صبحکایی تا سه روزی خانه ما سه درست نفر میآید، تمام مهاجرینی که در پشاور پاکستان هستن، پدرمشان را میشناسن، کلگیشان در پیش پدرمشان، پیش پدرم، پیش مادرم میآیند که عید مبارکی بکنن. خب دیگه اصل ما اینجا هستیم، در جایی که ما زندگی میکنیم کل همی مهاجرین مثل یک قوم بوده هستیم، کلگی ما کدام مثلا خدای نکرده کدام فاتحه میشه، کدام غم میشه یا کدام خوشی میشه، عروسی میشه، تماما ما در کوشش میکنیم که خانه یک دیگه بریم، همو رابطه را برقرار همیشه نگه داریم. دیگه کش ما همی هسته که هر جایی که رفتیم همو فرهنگ خود را ادامه بدیم، همو فرهنگی که پدر مادرمشون مثلا کلا بر ما یاد دادن که همین جامعه را باید ما همیشه همین رقم نگه بداریم، امور را کوشش میکنیم. دیگه ما زیادتر باز گپ زدم،
شما هم اگر کدوم گفته اینی دیگه دارن ما یکم اکم بخورم شما تا بالا خوردین ما گفت زدم دوسته یزید بله بعضی جایی ها نیست بعضی جایی بخاطر که اونجا مهاجرین کم است نمی فهمن شاید مثلا بعضی در جرمنی یا اتریش مهاجرین یکم اگه کم است اونا خود روشنایت ندارن کشور اسلامی هیچ خودش یک فرهنگ است عید قربان، عید رمضان، عید قدیر بشه ها عید قدیر یک فرهنگ است اساس است سال نو اینا یک فرهنگ اسلامی ماست سال نو خصوصا یک فرهنگ باستانی است اما عید قربان عید رمضان ریشه تاریخی و دینی دارد بله میدونی شد در اینجا خیلی دوستا مثلا احترام آقای فهیمی را دارن خیلی دیدنش در این سه روز خانه پر میشه خالی میشه بعضی وقتا اینجا اینجا مردا میشینه اونجا زنا رو میبریم دیگه ما هم از گوشه فیل جور میکنیم دیگه با برکت است بله. بدون شک دوستای عزیز واقعا قابل خوش جای خوشی هست که واقعا بعضی انسان ها میایند و مثلا تماما دوستای ما میایند احترام قائل میشه این دنیا بالای همی آمدن شناختن و مردم استاد است وقتی که انسان هم رابطه خود را با دوستا برقرار نسازه و خانه اونا نره خانه اون مثل خانش کس نیایه یعنی جامعه یک رقم خالی معلوم میشه و هیچ وقت نمیتونه با مردم یک رابطه خوب داشته باشه به جای خوشی هست که مردم احترام پدر ما دارن میایند خانه ما تمام انال میه دیگه او یکمک دیر است دیگه در خانواده کس زیادتر یا ما دیر میشم یا وای دیر میشه خیر بگم نه خواهیم دو صبحهایی وقت نه بابای ما عادت بله. در شب روزایی گید که باشم رو وقت صبحهایی وقت میده دانم اگر که بخیدین زود خانه و زندگی تانا جمع کنین که نموش خیر نمیتون دفعه نخر بیه باید کل جای تمیز بشه دیگه باید ما راخم بایدولار رو دایی کنم همه و انال میه دیگه دوستای عزیز این ای گوشفیل که ما ویدیوش ما یک چند روز پیش دو روز پیش بر شما اپلود کردیم این گوشفیل هم که از تینه آماندیم مثل در پیش هر میمان هم خود ماندیم همین رقم دیگه بر این جور کرده بودیم امید که اوه بابای خرابی که دیا گوشفیل باشه مهنیز گوش کلانه او پاپیونه او پاپیونه گفته اگه هم خورد خورد خوبتر میاید یه سای کنم کلان شگیفتی افتاده پیشه یعنی یا سر گوش فیل کلان یعنی گوش فیل است اینطور یعنی به خود مدل دیگه دوستای عزیز اگر میخواین تازه تهیه ازیرا بفهمین یا تا بالا ندیدین ویدیوی ام گوش فیل ما را در کپشن برن رولا جان خود بر شما بر اونجا در اونجا اد کرد و همچنان دوستای عزیز بگم به خوشی امی عید به خوشی امی امروز که محتمامان شده از یادتان نره که چینل ما رو سابسکرایب کنن ویدیوی ما رو لایک کنن کامنت های زیبایتان رو بر ما نوشته کنن و همچنان پیشنهاد های زیبایتان رو بر ما کامنت بگذارن ما تمامان شد کوشش خب دوستا خیلی ببخشین در وقتی که ما گپ می زدم متاسفانه خونه یک دونه زنگ آمد بر ما از خاطر ویدیو رو ما مجبور شدیم که قطع کنم دیگه حالا ما گفتم این رقمی کس کلتیش خوبتر میان نزدیکتر میتونین ببینین از دور خود فهمیده نمیشه فقط دادم اکای خورد بره دیگه اینجا وید هم آمده ببینیم وید جانا باشه این وید هم آمده ماشاءالله سلام و صد سلام خدمت همه دوستای عزیز عید همه دوستای عزیز تبریک باشن امید که جور و سرمند باشن داخل آجیا و غازیا باشن نگه من بنابه خودی تبریک میگم بایجان تا پیش از این بنابه خود نگفتی از نوبه دیر شدی ما در مرخوز بیده رقم قابل گفتگو رو نشه گلاسا خالی باشه نه گلاسا رو کلاس رو وقت اولی دیگه یکمه که گفتگان تا گرفتم خوردم یکمه که خالی شده دیدم خیلی بند تو قدر مانده قدر خورده میخورم نه خیلی شو میخورم کلگی شنه باز تو کلگی شنه که بخوریم میوانا چی بخورن خیلی غذا میخورم گمش راست میگه هست برای از این غذا مهم است یا برای شو قدر من گوش نشده من دیشه همون نخوریم تو همون نخوریم دوستای عزیز از وحید که میبینن گفت که ما گوش نشده اما از خاطر ما میخوایم از آجر پرسان کنم چی تیاری گرسه بر چاشت به خاطر دوستای عزیز روزای عید کسی ما چون انسان چرا که گزود گوش نمیشم ما گزود گوش نمیشم نه این فهم شما را دیگه من آدم هم اطلاعه هر کس که هست از دیو برابرم توان خودم یک ذره برنج و فرما و این چیزا رو کم کنم در جمع خانواده مثلا که نظر در اقتصاد مردم دیگه
مردم که از کلگی افغانا در کل رواج دارنه یه شب اید، روزای اید، اما بهتر بهتر غذای بهتر پختم، یک ذره برنج، یک ذره قرمه. من نظر دم از او یکان چیز صدارک دیدم، وقت اونجا رفتم امور پخته کردم، گفتم که یک خانه اگه میمون بیم دایم داشت پس خانه، ایم داشت پس خانه نباشم دیگه. گفتم یا زود گوش نماشم، مخصوصا ویدلو هم دیگ اینا زود تیار باشه بیم داشت و بیدم. یک عید دیگه بود که چیز مدیر شد، نان خوردن مدیر شد، بازم تو دوستا آماده بودن، از چند تا زن آماده بودن ای دیدنی ساعتای دونیم دود کی بود، بازم با نصیب هم زوام کده بود، قابلی کده بود، یا قابلی کده قابلی کده بود، بازم آوردیم کده مزوا خوردیم، هم تو نوش جانشان وام خوردن دیگه، خیلی گفتن مزه دار است دیگه. حالا میگم یکم زودترک نان بخوریم، یک دفعه که بیاین با سخت نشه، اگه زیاد باشه یک دفعه کم بودی نکنه نفر، اگه زیاد باشه با دوستای خانه ما کسی یک دفعه این دفعه میاد دیگه، خاطر با سکمک مشکل میشه. آجا جان آلو بگو تو چی پخته کردی؟ من یک ذره زرش پلاو پخته کردم، یک همه قبرنج، یک همه قدر گوشت، یک همه قدر سلاته، از کل لگیش همه قمه که دیگه نظر در اقتصاد های مردم دیگه، هرچی که خانه تیار بود دیگه. نوش جانش با چه میخوریم؟ وقت یک سال است که نون نخوریم، یک سال تو نام نخوریم. خب ما مرم دیگه وسایل مسایل رو بخیرم تیار کنیم، خویی خال خود یار جمع کنیم. کمک دیگه هم روی دوستای عزیز قصه کنم، اینا رو جمع کنیم، کم کم دوستا ما باید جمع کنیم، به خاطر که اگه بمانیم کلگیشو باز ما میخوریم. دوستای عزیز ببین، برازی به نیلوفر کسته پدرم لباس جور کرده خیلی زیبا. نیلوفر خوش هستی؟ بسیار خوب. یه کمکی گپ بزن، یه کمکی از پدر. سلام دوستای عزیز، عید شما مبارک. بسیاری کالا خوبیش هستم، من بر پدر خود گفته بودم بر من کالا جور، بس پدر میتری جور کرد. خب آدو خوش هستی دیگه. بسیار من خودش که هستم مورا از بنه گوکل بر خود امو لباس ها را یا مدل هاش میگیره پیدا میکنه، باز بر بابای میده، بابای مبارم میگیره برش ست میکنه دیگه. دایید پیش برش از امزو آماده و خریدی میگه به درد نخوردم، پیسه هم های شده به درد نخورد. گفتیم باز گفتیم باش با بابایش جور کنه، حالا یک دفعه همی که دخانه جور شد و خیاد دخانه باشه که خیلی خوبه، ماشاءالله خیلی خوب شد ماده. ایرم کلگی مو خوش میگم دیگه. من اینقدر گفتم که برمام جور که برمام جور که برمام جور نکرد، من مجبور شدم که تیار بگیرم. خود تیاری تو هسته که اونو یک بار مصرف رسته، دو دفعه او باشه ختم خلاص خراب میشه، یا پاره میشه، یا تکیش رنگش میره همی رقم خراب میشه دیگه. من خیلی گفتم که نوبت بر من نرسید متاسفانه. یک کسی که از گفته یکان دفت خور پس مانده یا پس مانده او مستم بخیالم. نه او اید والا نبود دیگه. برای بچه معرض اید دیگه. والا میشه که من روز یک دانه در کالا جور کنم. دیگه اید کسی او یک مزه دیگه داره. نینه او که من که هست که او بسیار لایق هست بو به خاطر اول نمره بودنشان خودم رفتیم پارچه انتخاب کردم، خودم مدل خودش انتخاب کرد، باز من برش دوختم. او اونو قسم چرا ما لایق نیستیم؟ لایق نه، اما دو سند سال نبودیم. نه او خیلی ماشاءالله لایق هست. او تو گفت گوش کن در بین 56 نفر 58 نفر اول نمره هم میشه. او سند سالش هست که ماشاءالله 4 زبان بلده. ما در چی دست کرده یاد شما نمانده من چی کنه لایق بودم. امروز دیگه من که بودم در سن 6 ماهگی 8 ماهگی حافظ قرآن بودم. او رقمی بود. من که بودم داشت ماگی بودم راست بگه این بودم. از کل اگه کدر بیز از کل اگه تو کدر خوب ترکی بوده. نه کل اگه شما علی با کسر شما خوب بودیم این راستی که علی رو نشان بده. اینا خلاص کده مردک اخوانی هم داره، اما چون سندش بسیار پایان است گفته مدیر مکتبش اگر میشد چ
چون سندش تقاضا نمیکنه حقنه من یه رو دستم فرد دم میشوندم با من گفتم نه همه قسم جایشی نه باید همونطور خودش سال آینده بخیر مکتب خلاص میکنم و چهار زبانم بلدم اردویش فوق العاده است انگلیسیش که تمام کدم مدرک استادی رو داره خیلی خوب خیلی خوب دوستا دیگه ما تعریف های خود را بند میکنیم دیگه تعریف نمیکنیم آنگه خیلی ماشالله خوبم آله داخر که داخر داخر که شد برو خیرم آنیه را میگن چیز میگه ما میرسم این حرفی صدی از من خوب است نوید دونو مزاق میکنم دوستای عزیز دیگه هم توری گفته میگم من جا از آباد که میرم و ایده که میرم میگه این چینا دی چینا باز من میگم نه این چینا نیست مادر چینایی است سایی یک روز رفته بودیم در اسلام آباد رفته بودیم از این مردمای خود ما در پارک آمده بوده بابا خیال شد که چینایی هست طرف از او گفته که هم تو در زبان چینایی یا این رقمی کرده باز نفر دور خورده کد باچه خود چی گفته گفته سلام علیک بله خوب هستی بخیر هستی باز با چی کار کردیم باز ما بابا رو گفتیم بابا جان نستوی توقع نداشتون بیا که نفر افغانی بر شده از مردمای خود بیاد اون نفر کد زن خوب بچه خوب خیال بیری که خود رقم چینایی ها بود بسار نه طرز لباس پوشیدن شه تا استایل شه رقم بخی چینایی ها معلوم شد آدم ایتو فکر نمیکرد که مثلا افغانی باشه مامای خیال شو که مردم جاپانی بود خانم شه بسیار با لکس بود اینا بابایی گفته بود که نیها با مانای سلام یک دفعه نفر گفت که سلام علیک گله خوب بخیرین وی گفتم بیا که نفر افغانی برو شد دیگه خب دوستا دیگه این سوال مرد آخه قصه کنیم دوستای عزیز قصه ما خلاص نمیشه خب بازم ما همینجوری خواستیم یکم که روحی شما رو هم تاخیر بتونم تو قصه ایدی خدا امو ذهن امو قصه که تماما در ذهن ما هستم رو شما شریک بسازیم دیگه اون چیز غریبانه که پیش ما بود امورم خوردیم دیگه هاجر جان رفته که بر ما غذا رو تیار کنه ببینیم هاجر جان با چی بر ما میاره چی رو تیار میکنه و برای روز عید بر ما غذای اسپیشل گفته نمیدونم خوب خیر بازم دیگه او چی بر ما تیار کرده با بیننده برنامه ما باشین امروز اون غذای ما آماده شد دیگه یه ذره ما وقتم شد تا که غذاها آماده شد دیگه این مامانم داره میکشه دست در نکنم وحید تو بسم الله گفتی؟ من بخیر چاکلا خوندم وحید بخشت یکم اکی لاز کرده دیگه و پیشتر چاکلا خوندم کشیدتون بینده زمان مانتو خب هر دو روزایی دسته دیگه غذای خوب نوش جان کنن خیلی خوب خوشی داشته باشن ما اولین لقمه را به یاد تمام دوستا صرف می‌کنیم خب
خب عزیزای من دیگه تشکر که لایک و سابسکرایب کردین برنامه ما را، همیشه شما بیننده بودین. دیگه من شما را زیاد خسته مونده نمیکنم که یام وقت خوردن از یاست. دیگه تا برنامه های بعدی خداحافظ شما باشه. دیگه این از هم سرمایی خوشی داشته باشین شما کنار خودیاد. دوستای عزیز دیگه بود از ولاگ ایدی ما، امید که خوشتون آمده باشه. از یادتون نره که سابسکرایب و لایک بکنین و ما هم دیگه کلگی بر خود کشیدن دیگه ما پس موندیم، ما بر خود میکشم و میخورم و شما هم امید که همراه خانواده خود روزای خوبی داشته باشین و ایدتان دوباره تبریک باشه. خداحافظ.